سرخط خبرها، عقب نشینی چین بعد از پاسخ قاطع ایران به استرات مداخله جویانه رئیس جمهوری این کشور، هشدار ناتو درباره وقوع جنگ تمام عیار با روسیه و سفر دو مقام آمریکایی به چین برای آماده سازی سفر بلینکن. به نام خدا، سلام به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. اظهارات غیر دوستانه و اعلام حمایت رئیس جمهوری چین از بیانیه ضد ایرانی و مداخله جویانه شورای همکاری خلیج فارس واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. در یکی از موارد، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به حمایت رئیس جمهوری چین از اقدامات خصمانه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هشدار داد که ای کاش رئیس جمهور چین با مشاوران خود مشورت می‌کرد تا متوجه می‌شد در پیمان شانگهای چه مواردی گنجانده شده است. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علیرضا سلمی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز یک شنبه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به مسئولان چینی و رئیس جمهور چین هشدار می‌دهم که فریب عکس‌های کوکی کشورهای حاشیه خلیج فارس را نخورند. رئیس جمهور چین در این سفر نشان داد بیش از آنچه که تصور می‌شد ساده است. رضایر سگانه ایرانی بوده، هست و خواهد بود و هر کسی بخواهد نسبت به این موضوع ورود کند با برخورد قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد دولت چین به پیمان شانگهای پایبند باشد. در بند دوی پیمان شانگهای به تمامیت ارضی ایران اشاره شده است. ای کاش رئیس جمهور چین با مشاوران خود مشورت می‌کرد و متوجه می‌شد در اساسنامه پیمان شانگهای چه مواردی گنجانده شده است. در همین حال، سفیر چین در عربستان در توجیه اظهارات تازه کشورش بر علیه ایران و بعد از واکنش تند ایران به آن اعلام کرد که روابط کشورش با کشورهای عربی علیه کشور ثالثی نیست. چن ویچینگ در گفتگو با شبکه تلویزیونی الشرق تصریح کرد چین و عربستان دو شریک در توسعه و صلح هستند. به افسو چین به عربستان به عنوان یک قدرت مهم در جهان چند قطبی نگاه می‌کند. سفیر چین گفت سران چین و عربستان هر دو سال یک بار گرد هم خواهند آمد. توسعه روابط با چین یک اولویت سیاسی برای پکن است و ما از روند تولید در عربستان حمایت میکنیم. وی افزود چین موافقت کرده که عربستان سعودی را به عنوان یک مقصد گردشگری در نظر بگیرد و همچنین برند ساخت عربستان سعودی در چین رواج مییابد. سفیر چین با بیان اینکه برنامه‌های اقتصادی چین با چشم‌انداز 2030 عربستان مطابقت دارد گفت 5 سال آینده شاهد انقلاب در روابط ما با عربستان سعودی خواهد بود و ما شرکت‌های چینی را برای سرمایه گذاری در عربستان تشویق خواهیم کرد. سفیر چین اعلام کرد روابط ما با کشورهای عربی علیه کشور ثالثی نیست. عربستان در طول 3 روز اخیر شاهد حضور رئیس جمهور چین در ریاض و مشارکت وی در اجلاس مشترک با سران کشورهای عربی بود. در جریان این حضور، توافقنامه راهبردی و قراردادهای تجاری و اقتصادی زیادی بین ریاض و پکن به امضا رسید. دبیر کل ناتو در یک مصاحبه اظهار نگرانی کرد که جنگ در اوکراین ممکن است به زودی از کنترل خارج شده و تبدیل به جنگی میان روسیه و ناتو شود. به گزارش خبرگزاری جوان، ینس سولتنبرگ دبیر کل ائتلاف ناتو در مصاحبه با رسانه نروژی NRK گفت اگر وضعیت خراب شود ممکن است به طرز وحشتناکی خراب شود. او اظهار کرد جنگ در اوکراین وحشتناک است. این جنگی است که میتواند تبدیل به یک جنگ تمام عیار شده و به حد جنگی زور بین ناتو و روسیه برسد. ما هر روز تلاش میکنیم که جلوی چنین چیزی را بگیریم. استولتنبرگ که سابقا نخست وزیر نروژ بوده در این مصاحبه تاکید کرد تردیدی نیست که احتمال جنگ تمام عیار وجود دارد. او اضافه کرد مهم است از جنگی که در آن کشورهای اروپایی بیشتر درگیر شوند و تبدیل به یک جنگ تمام عیار در اروپا شود اجتناب کنیم. دبیر کل ناتو با بیان اینکه حضور این ائتلاف در بخش‌های شرقی خاکش افزایش یافته است ادعا کرد ناتو نسبت به هر زمان در سال‌های اخیر قوی‌تر است.
است. او با گفتن اینکه ولادیمیر پوتین قابلیت ما برای محافظت و دفاع از یکدیگر را دست کم گرفته است گفت تا زمانی که ما این کار را انجام دهیم ایمن هستیم. استولتنبرگ همچنین به روابط شخصی خود با رئیس جمهور روسیه در 20 سال اخیر اشاره و ایمن کرد. هنگامی که او در سال 2000 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد از همکاری با غرب استقبال می‌کرد. پوتین در مدت اخیر خیلی تهاجمی‌تر شده است و مطالبی می‌گوید که درست نیستند. دبیر کل ناتو همچنین در ادامه این مصاحبه تاکید کرد دوران فعلی برای اروپا و نروژ سرنوشت ساز است. او همچنین اظهار داشت به اعتقاد وی پشتیبانی نظامی از اوکراین اکنون اهمیت دارد چون تنها اوکراین قدرتمند می‌تواند به صلح دست یابد. دو مقام آمریکایی از جمله دستیار وزیر خارجه آمریکا از روز یک شنبه به کشورهای چین، کره جنوبی و ژاپن سفر می‌کند. و در سفر به چین مقدمات سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور را فراهم کند. به گزارش تابناک وزارت خارجه آمریکا روز شنبه به وقت محلی اعلام کرد دانیل کریتبنبینگ دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوسیه و لورا روزنبرگ مدیر ارشد شورای امنیت ملی در امور چین و تایوان از 14 دسامبر چین، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، آنها در طول سفر خود به چین، دیدار ماه گذشته رؤسای جمهور چین و آمریکا در بالی در ماه گذشته را پیگیری خواهند کرد تا به مدیریت مسئولانه رقابت بین دو کشور ادامه دهند و زمینه‌های بالقوه همکاری را بررسی کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آنها همچنین آمادگی‌های لازم برای دیدار آنتونی بلینکن از چین در اوایل سال 2023 را انجام می‌دهند. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا این دو مقام در طول سفر خود به کره جنوبی و ژاپن در مورد طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای و دوجانبه رایزنی خواهند کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که در اوایل سال 2023 به منظور گفتگو با مقامات ارشد چین در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل دوجانبه و جهانی به این کشور سفر خواهد کرد. بلینکن تصدیق کرده که در ژانویه یا فوریه 2023 به چین سفر خواهد کرد اما هنوز درباره تاریخ دقیق این سفر تصمیم گیری نشده است. رئیس جمهور صربستان گفت که از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رسما درخواست می‌کند تا اجازه دهد نیروهای نظامی و پلیس صرب در خاک کوزوو مستقر شوند. به گزارش بامداد یک شنبه از رویترز، الکساندر وویچیت این موضوع را در شرایطی عنوان می‌کند که از روز شنبه و به دنبال برکناری شماری از نیروهای اقلیت صرب از پلیس کوزوو، شمال این کشور شاهد ناآرامی‌ها و تشنج است. وویچیت در نشست خبری در بلگراد گفت که روز دوشنبه یا سه شنبه در نامه رسمی از فرماندهی صلح‌بانی ناتو خواهد خواست با استقرار ارتش و پلیس صرب در کوزوو موافقت کند. رئیس جمهور صربستان با بیان اینکه سعی می‌کند در مورد پذیرش این درخواست خوش خیال نباشم، افزود به اعتقاد من ناتو این درخواست را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که پس از جنگ خونین سال‌های 1998 و 99 میلادی که به کشته شدن شمار زیادی از مسلمانان منجر شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای به استقرار نیروهای صلح‌بان ناتو در مناطق متشنج مرزی کوزوو و صربستان رأی داد. ولی بر پایه همین قطعنامه در صورت موافقت فرماندهی صلح‌بانی ناتو، صربستان اجازه می‌یابد تا 1000 نیروی نظامی، پلیس و مرزبانی در مراکز مسیحی نشین، گذرگاه‌های مرزی و مناطقی مستقر کند که اکثریت جمعیت آن را صرب‌ها تشکیل می‌دهند. کوزوو در سال 2008 میلادی رسما از صربستان جدا و مستقل شد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.